لذت بیشتر میبره. بعد میم در بخش از که وقتی سوالات مطرح کردیم ببینیم که آیا در قرآن از میشان منشیزی موجه ها را بر ما خداوند تشریح کرده یا نکرده شما اگر سوره شمس نگاه بکنین عزیزای گرامی در سوره شمس خداوند تبارک تالا سوگند می میفرمای عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و دوحاها قسم با آفتاب و چاشتگاه که وقتی که آفتاب خوب به زوال میرسه و خوب روشن یه حرارت میده چیزیست که انسان حس میکنه خداوند به سوگند میکنه یاد میکنه به چیزای بل مشاهده بشری و القمر اذا تلاها و قسم به قمر و محتاب وقتی که شب چارده میشه همه عاشقات دوست دارن محتاب را او چیزایی که انسان ها حس میکنه به او خداوند قسم میخوره و نهار ادا جلاها قسم به روز روشن که همه جا روشنی فرا میگیره و لیل ادا یخشاها قسم به شب زمانی که میپوشانه همه چیز را در نیم و او را تاریک میسازه و السماء و ما بناها و قسم به کائنات و آسمان بزرگ و ذات قیومی که بنا کرد ای آسمان ده و الارض و ما و قسم به کره زمین و ذاتی که در عین کروی بودن این مسطح و رام ساخت برای بشر تا زندگی کنه و نفس و ماسواها قسم به نفس آدمی و خالقی که این نفس آدمی را به صورت احسن تقویم تعادل بخشید این قسم ها را خداوند به این میخوره که فالهمها فجورها و تقواها شما انسان ها در بین موج شنا میکنین آدم همه هر کسی که است ایجتانا مسلمان ها نگفته همه انسان ها در موج خیر و شر زندگی خود شنا می کنه این قسم ها را شما یاد کن. هفت قسم و قسم هایی که در پولیس نو قسم میشه خداوند تکوینگر عالم میفرمه که شما هرقدر قدر خود گل بتین که از خیر خدا به کلی بیرون بکشین یا شر برده نمیشه این سیستم تکوین ما هست فالهمها فجورها و تقواها در هر قلب نامرئی، اینجا الهم یا الهام به شکل نامرئی معنا میده نامرئی وسوسه ها به شما افکنده میشه و نامرئی برای شما خوبی ها القا میشه شما این تلفن رو می‌بینید، سلفون خودش هیچ کاری نداره از بالا از ستلایت موج میه موج که آمد زنگ میزنه موج که آمد صدا را میشنوی این کمپیوتر قلب هم به میشکل فالهمها فجورها فجود توسط کمه یه وسوس و فیس دور ناس منال جنتی و ناس شیطان جن و انس وسوس هم و بعد تو هم او حالت میگی و امور دوباره نکاس میتی و فرشته ها فرشته ها هم الهام خیر مندازه آلی ترین درجش وحی است که برن بیاست و رسول الله فرموده که بعد از من نبی نمیه ولی الهام تا قیامت قطع نیست نظر به این آیت پس الهامات خیر ای جنبه هایش است اجزای گرامی این بحث بعد در بخش دیگه که بعد از این اعلانات شنیدیم ان ادامه خواهیم داد و با ما باشین خدا کنه این بحث به شما جالب و شیرین باشه مست سرشار عشق و انرژی شیم و در مسیر حرکت کنیم که دوجا علم منطق و کرامت انسانی ما را یادی بکنه خب بینندگان عزیز سلام مجدد حضور همه شما تقدیم میکنم ټول درنو لیدم کوو حضرت بي السلامونه تقدیمم خدای دې د ما خبره په دوستانه باندې بد نه لګیدله دره ثنا کیدی شه تاسو سره شریکم او د ټولو نه زخواش کوم دره لو کوم چې راځي خپل مسیر ته د خدای په توکل مثبت جهته تغیر وکړو لکه خدای پاک فرمایلی ان الله لا یغیر قوما حتى یغیروا انفسهم که موږ خدای پاک ته تاسو چغد مو تقدیر تغیر وکړي هغه مخته ویل چې تاسو اراده نیت او نیت وکړئ او ان شاء الله غوی هغه زات د موش په اراده کې به برکت اچوي باسموسره سوري مو برکې شمس بود چې او سوال چې چیرې انسان ناخوډاګا به یک نو کښا کښه هاي درونی گرفتار است قران اوره پاسخ میده قران آفریدگار کائنات هستی سوگند میخوره به چیزای مشهود به چیزایی که نمیتونه از آن انکار کرد فلسفی که در داخل انجامی وجود انسان منشه امتحان است منشه زد و بند هاست. از سرچشمه اگر آب را ما صاف کنیم اگر قلب ما سلیم شود اگر عارف به معرفت الهی مغلوب الحضور و مستولی نور پروردگار شویم و عشق در ما جوانه بزنه او انسان ها در هر کار باشند چی در ادنا و زندگی و چی در اعلا بهترین و عادلترین انسان ها در جامعه میشن و از اونها نشاط و عدالت در جامعه نشر میشن خداوند بعد از سوگند ها مبتدا عموق سوگند ها بود خبرش فالهم ها و تقواها دو خبر میده خداوند که قسم به تکوین کل عالم که شما در داخل این کائنات زندگی میکنین که برای شما این دو موج شر و خیر آمده نیست هیچ کس از این معاف نیست همه برای اولاد آدم میه حاصل از این چیست حاصلش خداوند کریم میفهمه که خبر دیگه قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها به تحقیق او کسای کامیاب و رستگار شد که در این امواج امتحان خیر و شر نفس خود را از حرام نگاه کرد نفس خود را از ظلم نگاه کرد نفس خود را از تجاوز به حقوق دیگران نگاه کرد و روز قیامت اونا فایزه. است خواب من ساها و تحقیق ناکام است کسی که زندگی مادی را چنان فرو برد طلب زیاد هرس چنان فرو بردش که هر کدام ما در مکتب وقتی سنفه اول دو رفتیم صادقترین پاکترین انسان با وطن با ملت جامعه خود دلسوز بودیم امروز بروز که علم ما زیاد میشه باز کم کم کش میشیم طرف منافع شخصی که از نظر اصول سیاسی و از نظر اصول دینی انسان کامل کسی است که منافع ملی و منافع جامعه را به منفعت شخصی خود ارزش بده اونا اگر دای رهبری میکنه به سر و دیده ما ما شما باید به پهلوش نستاد و اگر از دین سو استفاده میشه از سیاست سو استفاده میشه و از دیگه چیزا در حقیقت او پیش خداوند هم ناکام است قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها به تحقیق کامیاب شد او کسانی که نفس خود تسکیه کردن یه نفس خود از گناه پاک کردن علامه اقبال یک شاعر بسیار انقلابی یک نوآور یا نو... یک نواندیش اسرار دین یک سفر در وقت مولا خان در افغانستان کرد و یک تومار چه باید کرد ای اقوام شرق را برش تقدیم کرد و به یک نوآوری و تجددی که باید ما مسلمان ها صنعتی شویم ما مسلمانان باید در صنعت هم عقب نمانیم اماندانی که از معنویت دور نماندیم و بعد در زمان علا حضرت شاه هم آمد در کابل و زمانی که از قبایل میگذشت خطاب به اقوام سرحد چیزهای گفته شما متوجه شوید عیز خود پوشیده خود را باز یاب عیز خود پوشیده خود را باز یاب در مسلمانی حرام است این حجاب رمز دین مصطفی دانی که چیست رمز دین مصطفی دانی که چیست فاش دیدن خیش را شهینشهیست چیست دین در یافتن اسرار خیش چیست دین در یافتن اسرار خیش زندگی مرگ است به دیدار خیش حاجه حافظ رحمت الله علیه مرشد عشق می هر کو در این حلقه دلش زنده نیست به عشق به فتوای من نمرده بدون نماس کنید چگونه لا اله الا الله در ما جلوی عشق جمال و جلال ذات و دل جلال و نمیره چگونه بشارت ها و ندارت های قرآن در ما بیداری و سرور و مستی نمیره آن مسلمانی که بیند خیش را از جهان برگزیند خیش را از زمیر کائنات آگاه اوست تیغی لا موجود الا الله اوست در مکان و لا مکان غوغای او نو سپیر آواره در پهنای او تا دلش سر زی اسرار خداست حیف اگر از خیشتن ناآشناست پس مسئله خود و رفتن به عمق سیر انفوسی راه نجات و تداوی برای تمام امت اسلامی از طرف ازی فیلسوف بزرگ پیشنهاد شده میم در بخش ازی که خب وقتی ما فهمیدیم که که څوک شای درونی وجود داره افکار او زده نقد وجود داره ګای وخت ما را ازار مته خواب او خور او زندگی ما را چه آل راه او تداوی نجات چی است چګونه بتوانیم خودان نجات بتیم خدای اند کریم در قران ده سوره الملک هم فرموده تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا خدا فرموده کی متبرک از ذاتی که باید قدرت از او کائنات و هستی وجود داره و میچرخه و سلسله مرگ و زندگی را ذات حی و الحی القیوم و الممیت او روز جاری کرده به خاطر آزمایش لیبلوکم ایکم احسن عملا آزمایش امواج خیر که انجام میدی بسیاری ها برای شما تشویق میکنه که سرمایه دار هستین برای خدا زکات خود برای غربای افغانستان بدین این موج خیره به شما نشر میکنه و شما میشنوین آل یک امتحان است میکنی عمل من کسی که خود مؤمن میگفتی یا گوش خود کر میاندازی و گاهی وقت امواج شر بر ما از داخل و بیرون نشر میشه اثر میگیریم و میخوای در او فساد سهم بگیری یا خیر پس این امتحاناتی که خدا فرموده منشش در وجود خود ماست از منشه اگر ما تانستیم به فضل پروردگار از میشان تانستیم که تسلط بر نفس خود و تسلط به حرف خود و وعده خود داشته باشیم یقینا که ما میتونیم سبب اصلاحات در دیگه افراد همچی خود به یاری کریم بدون کدام مدعا و شویم که ما خودشناسی را از برای مطالعه قرآن و حدیث و آثار و رفا میبینیم شش اصل اساسی در وجود انسان بسیار مهم است که امروز فقط با نامش آشنا شویم یک اصلی که در وجود پیکره ما وجود داره که ما به صفت عام جان میگیم فلانی مرد جانش برآمد فلانی روحش قبض شد فلانی فوت کرد به جوار رحمت خداوند پیوست یک اصل انکار ناپذیر که بادی جسم انسان حیات است او را روح میگن یک اصل وجود انکار ناپذیر و اصل دومی که در وجود ما است نفس است چرا خرد و نوش و مباشرت و اینا حاوی خواسته های جسمانی و نفسانی ماست این دو اصل در وجود انسان تهداب و زیرپایی هر انسان و بشر را ساخته روح و نفس اصل اول روح اصل دوم نفس اصل سومی که پیشتر سوال شد که چی نیروهای محرک است که به ما خیر و شر نظر با آیت قرآن از میشان تحریک میکنه فرشته ها هر انسان یک فرشته انفوسی داره غیر از فرشته های کرام کاتبین که عمل انسان نوشته میکنه فرشته انفوسی داره و هر انسان یک شیطان انفوسی داره یکی فرشته است که با روح انسان دوست است و همکار است ما او را به نام وجدان در روانشناسی ها کلمیش وجدان دانستن ولی اگر قرآن مطالعه میکردن خداوند مخلوقی را که نوری است و به روح نورانی انسان انگیزه های خیر می و قرب می و عشق می در حرکت او فرشته هست و آنچه که بر نفس انسان خواهشات کبر و غرور و امراضی را یاد کردیم او شیطان انفسی است از این هیچ کس خالی نیست رسول الله فرمود ما منکم من احد الا وقد من الجن والملائکه میگه هیچ یک از شما اولاد آدم نیستین مگر که به شما مقرر است رسول الله حدیث صحیح است یک جن این شیطان و یک فرشته پس ایجاست که منشی گیردار، منشه خیر و شر، منشه تصمیم های خیر یک دفعه قوی میشه تصمیم شر ضعیف میشه، تصمیم خیر ضعیف میشه تا یا کلش دو موجود دیگه کارچلانی داره در وجود ما و شما و ضمنا در اینجا مکانی که اینی روها فعالیت میکنه در قرآن رهنمایی شده بله مکانش چیست؟ قلب انسان است فلانی میگه دلم شد خانه فلانی برم دلم شد که ای غذا را بخورم دلم میشه که امروز فلانی برم جنگ کنم. دلم همه چیز از دل مغز فکر میکنه کامرا هست همه چیزها رو میگیره با قلب میبره. قلب رو تجزیه و تحلیل میکنه صحیح و غلطش قلبت برات میگه. بسیاری کساست که بسیار انقلابی و بسیار جم... جملات مزین صحبت میکنه ولی قلبت گواهی میده که دروغ میگه پشتی کاسه زیر نیم کاسه است. بسیار آدم های ساده صرف بسیار ساده میزنه قلبت گواهی میده که این انسان از روی احساس نیک صحبت میکنه. قلب لهم قلوب یفقهون بها چیزی است که یک فقاهت مخصوص خود داره که ما شما همیشه در پپختو که وای جزرت گوره خلت ما گوره قلب شبیبی زبانش نبی پس مکانی که این دو نیرو علاوه از روح نفسی که دی پیکری وجود ما مکانی که یو فی و فیس دور ناس خدا میگه که شیاطین در سینه شما در قلب شما وسوسه میندازند پس ما شما میگیم در, سیاستم سیاست هم میگن everybody have uh, hidden agenda هر کس یک uh, خواسته پوت پنهانی داره در قطع وسواس درونیش است او وسواس هاست که ما را در این زمانی که مسلمان هستیم یا در هر دین و آینی که هستیم خدا و قیامت هم قبول داریم ولی او وسواس هاست که ما را از رای روا به ناروا میکشانه اینالی که ما فهمیدیم که یک اصل روح است یک اصل نفس است و یک دو همکار برای قوای روحانی نورانی انسان فرشته روحانی و نورانی و برای قوای کدرانی انسان نفس شیطان تعیین است این کشمکش هر چی انکار بکنیم انکار نمیشه چرا خدا فرموده فالحمها فجورها و تقوا و مکان محلش قلب آدمی است به زبان چیزای میگیم قلب چیز حالات دیگری داره و مغز خیلی چی وظیفه داره مغز اسیستنت بادی وجود است مطالب خوب و خراب همه دیش ریکارد میشه اگر خدا نخواسته مطالب خراب ثبت شد در در کمپیتر ما آیکان های زوره، آیکان های بده، دوسیه های بده، شیطان فعال میکنه وقتی که از او مکان بد برآمد بازم ساعت ها به اون فلم ها مصروفش میکنه که ما میگیم خیال میکنم، تصور از عالم خود غرق است چ... پلان های در سینما های ناروا غرق از در عالم خود یا دفعه کار خیر میکنیم از او لذت میبریم صدقات میتین خیرات میکنین پس که مین خب پول از پیشتان رفت انرژیتان ولی احساس لذت راحت میکنین هر کار خیر بر قلب انسان سکون و اطمینان میره او فرشته است که پس او کار خیر برد زرق و برق میده و تو را تشویق میکنه که ماشاءالله پیش برو و این کار است اینجاست که من یک کمی معلومات مختصر در این در, در ای مجلس به شما ارائه کردم و ما باید فراموش نکنیم که وجود ما روح و نفس روح موجود نوری از عالم قدس فرشته همکارش است نفس از فشرده کره زمین وجود ما ساخته شده لقد خلق انسان من سلاله من و ای حتما برای تحریک خواهشاتش نیروی به نام شیطان به کار است این معنا نداره که ما به کلی نفس قطع کنیم خداوند راه های حلال ارزای خواهشات نفس با ما راهنمایی کرده خوردن نوشیدن مباشرت همه را تنها چیزی که خدا می که که تب امروز تصدیق میکنه که اصراف نکنین. اصراف در هر چیزی ضرر جسمانی و ضرر معنوی بر انسان میاره و مکان فعالیتش فهمیدیم دل و شوبی آرشیف مغز با امو به اصطلاح برین کامپیوتر است چیزایی که, دار که داره آیکانایی که داره کمک میکنه برای کسایی که آپریتینگ میکنه در پشت کیبورد که کدام فایل از زودتر باز کنه چون در فایل های ما همیشه مسائل جنگ انداختن در برین ما تعصب انداختن وقتی که تنام میشیم شیطان دوباره ایر دو بزن او رو دو بزن که فلانی دو چرا اونه ما و شیطان در کیبورد می اموار فعال میسازه و اگر کسی حرفای نیک بشنوه خدا را علمی بشناسه علم و اقتصاد درست بشناسه جامعه را احترام میشه بشناسه اینا باز در وجه فرشته همیشه اونا رو در تفکر عمیق میکشونه اونا برای بهتر شدن نظریات برای تنویر جامعه از هر شیوه‌ای کار میگیره این بود مقدمه علم خودشناسی و خداشناسی قرآنی بعد که چطور روح تقویه میشه منابع هر چیز یک منابع تغذیه داره جسم ما از کره زمین از غذا و آب و هوا و اینا استفاده میکنیم روح از کجا تغذیه میشه منابع تغذیه روح چی است چگونه روح را میتونیم زودتر ویتامین بتیم و قوت بتیم تا یک روح شاداب و یک روحی داشته باشیم که دپریشن نباشه روح سرشار از امید روزی که روحی که همیشه نور و رخش درخشندگی را در آینده خود و بشریت ببینه این سوالات است که ان در بحث های بعدی سرش کار خواهد کردیم میم در قسمت اصل روح عزیزان گرامی اصل روح را فقط در قرآن از میشان وقتی که یهودا مشکین مکه را تحریک کردن که از رسول الله صلی بکن راجع به روح راجع به قرنین، راجع به آمدن قیامت و سوالات دیگر با پاسخی او کسایی که پیغمبر پیشرون نشون نمیشناسه خونا روحانی نبودن دیگه خداوند پاسخ حضور که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا اینا از تو سوال میکنن در مورد روح که روح خودش چی است بگو موجودی از عالم امر از عالم بالا ولی در موردش به شما دانش ندارین، مگر قلیل نگفته که قطعا شما علم ندارین. آدم از روی از روی مطالعه ساده میتونه که حداقل یک شناخت ابتدایی راجع به جان داشته باشه به طور مرئی ما شما بینید تا وقتی که روح در وجود انسان 60 70 سال است تمام سلول ها و مالیکول ها و اعضای بدن انسان اعضای داخلی ارادی غیر همه کار میکنن به اون لحظه که به حالت کوما انسان رسید و روح از پیش جدا شد کال بود مثل که شما یک رفیجیتر برق از پیش بگیرین گل میشه پکر برق از پیش بگیرین استاد میشه موتر و ترین برقی برقش رفت جای استاد است یک اصل مشاهداتی تخیل نیست و ما امیر میبینیم که روح د یک صندوقچه برای یک مدت تا اجل موعود گذاشته شده تا و, و کرامت ادنای روح همیست که این سلول های بدن به هم دیگه پیوست نگاه کرده حواس فعال نگاه کرده اعضای غیر را دیر فعال نگاه کرده و حتی مفکوره های انسان تا اون وقت بعد از اینکه آدم فوت کرد کسی گریه کنه کسی خنده کنه او در نیست نمیشنه با مجدد که روح از وجود بر آمد حواس انسان دم در حال فاقد میشه مالکیت انسان دیگه آدم بعد از نیست او آدم دیگه شاعر و ادیب نیست او آدم دیگه سرمایه خود حق نداره مالش ترکه میشه میراث میشه پس مالکیت بر اموال و صلاحیت های بشری و روابط همه با واسطه روح ای 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 تامین شد پدر انسان خدا نخواسته فوت کنه خاله یا ماما یا کاکا یا عمه یا هر کسی که است خود رابطه دیگه قطع میشه پس این روابط در زیر کال کالبد وجود انسان نیروی است که روح میگن و حضرت مولانا سبب بلخ آوردیم یک مثال ابتدایی از علامه صاحب فیزونی از آثارش دادم به شما که یه هفته ما سر روح چی میکنیم مقدمه از چی نیاز است به اصلاح نفس خیشتن به خاطر مسائل اقتصادی و اجتماعی که در آینده وطن خود داریم و ضمن پرابلم های درونی که داریم و شش اصله به شکل اساسی فهمیدیم که از حداقل نامایش یاد گرفتیم روح نفس فرشته شیطان قلب مغز فقط با این باز آینده سرش تفصیلات میدیم تفصیلات میدیم و علما پیش میریم در قسمت روح حضرت مولانا بازم اشاره میکنه مولانا صاحب بلخ رحمت الله پنج حس هست جز این پنج حس این پنج حسی که ما شما داریم چشم و گوش و اینا میگه که غیر از این حس دیگه پنج حواس دیگری هست آنچو ذره سرخ و, و این حس ها چومس. میگه او اصل حواس روحی قیمت ذره داره قیمت طلای سرخ داره این حواس ظاهریت خو حیوانان به شریک است حیوان هم چشم و گوش اینا داره میگه دا اگر ارزش بیتی این حواس در مقابل زو مثل مثل در مقابل اطلاع هست معنویت و عرفان انسان یک کم سیر انفوسی میتنه در نفس خیشتن خود کردن خود را پیدا کردن دیدن و درک کردن اینجاست که مولانا فرمود پنج حس هست جز این پنج حس آن چو زر سرخ و, و این حس ها چو میس. اندران بازار که اهل محشرن حس مصر را چو حس زر کی خرند آل در این جهان هر کسی که زیب و زینت زایریش و جسمش خوب بود خریدار خوب داره روحش روحانیت داشته باشه درویش باشه کس در قصهش نیست نگه ولی در سرای محشر سرچپه است هر کسی معنویت در خود تقویه کرد نیروی روحانیت که حضرت مولانا بر اشاره میکنه که هر کسی دور و ماند از اصل خیش باز جوید روزگار و اصل خیش و رسول الله سم می که یرجو کل شین الى اصله هر چیز به طرف اصل خود رجوع میکنه و روح از حضور باری تعالی و نفخت و فهم روحی دمیده شده در پیکر ما این دوباره به طرف اشتیاق است که به اصل خود وصل شود نفس از خاک است میگه در خاک غرق شو و روح از عالم بالاست میگه با عالم بالا برو ما ز بالای ما بالا میرویم پس اینجاست که این پنج حسه که ما شما ظاهری داریم ایره مولانا یک طرف میگذاره و حواس روحی در پشت زی که قیمت و جوهر اصلی است همون که میبره دیگه باز یک کسی که میمره نه چشمش نه کار نمیکنه گرچه ظاهرا سالم معلوم میشه اندران بازار که اهل محشرن حس مصر را چو حس زر کی خرن حس ابدان قوت ظلمت میخورد اما حس نفس یا حس مادی ما قوت قوت ظلمت میخورد غذای کدرانی میخورد غذای مادی میخورد حس جان از آفتاب می چرد. حس معنوی شما از آفتاب های نبوت سراج منی را اینجاست که به مصطفی برسان خود را که دین همه اوست و اگر به دو نرسیدی تمام بوله است رسول الله صلی خدا میگه تو دایی الله هستی و دایی الله دعوت کنده به طرف آفریدگار و خود چراغ و آفتاب منور هستی پس ستاره هایی که کره زمین است نور نداره باید حتما از آفتاب نور بگیره انسان های عوام و انسان که هنوز به منزلت عرفان نرسیده باید مرشد و باید رهنمای خود که پیامبر بزرگ اسلام حادی و مهدی است او را باید بشناسه و از طریق معنویت از او در خود چراغ روحانیت خود قوت بده انرژی بده ای ببرده رخت حس سوی غیب دست چون موسا بیرون آورده جای میگه ای کسایی که شما از حواس حیوانیتان در جای خود کار میته ولی حیث آز روحانی خود قوی ساختین عالم مثل حضرت موسی. موسی یک فرد بود مثل دیگه بنی اسرائیل ولی زمانی که با خدا توسل پیدا کرد دست خود که از جیب میکشید موجزه نور ید بیزا برش پیدا میشد میگه دیگه وقتی توسل پیدا شد وقتی رابطه پیدا شد دیگه باید کرامت و قوت معنویت در مقابل مادیت ظاهر بسازید پس اینجا مولانا یک دلیل دیگه میتن به کسایی که منکر روح هستند می فرمه. گر نبودی حس دیگر مر تو جز حس حیوان بیرون از هوا اگر دیگه حس برای بشر نمی بود تنها این حواس مشابه به حواس حیوان که داروینیزم امیره می میگه داروینیزم میگه انسان یک شادی متکامل است و ما مثل سایر حیوانات یک موجود هستیم حیوان ناطق می گردیم. ولی دین میگه نه و رفاه میگه نه انسان اگر به اون شکل اکتنام و حواس حیوانی داره پس بنی آدم کی بوده که به حس که محرم مشترک شدی اگر ما جان ما روح ما مثل روان حیوان می بود ما یک موجود بیولوژیکی ما را خدا کی خطاب میکرد که ولقت کرم نابنی آدم ما کجا مسجود ملائک قرار می گرفتیم پس اینجاست که ما از روی از این نقل قول ها می بیشتر سر مسئله روح و روحانیت اما قلیل اینفارمیشن کلیل و معلومات قلیل خو باید منع نکنیم قلیل خو معناش صفر نیست خداوند این دمی دنیا رو میگه قل متعای دنیا قلیل و تنها سرمایه آمریکا به تلی دلار میرسه از دیگه قلیل است امی قلیل نزد خداوند ولی که بس بسنجیش به تلی ها دلار با ما شما کثیر است بعض ما از ترس که خدا گفته قلیل گفت نه سر رو آنچنان که احساس میکنی آنچنان که اورافا گفته مکاشفه برشان دست داده و با قرآن همسری داره یک چیز است چی مشکل است؟ چرا نمیخوای خدا بشناسی؟ چرا با پرواز ملکوتی نمیخوایم برسیم از این بد قفص غمگین لذا عزیزای گرامی حضرت مولانا به این دلیل گفته که اینال این کشگیرها که در وجود ماست گای صالح میشیم گای طالح خدا نخواسته گای میبینی اگر آدم میگه وایزان این واس که بر محراب و منبر میکنن چون برام از آمدزیان کار دیگر میکنن گای ناسه هست گای میبینی در گناه گرفتار است. یه که دو موجود است دو یکی از عالم خبس نفس و یکی از عالم قدس روح و مولانا در اینجا اشاره میکنه که حس خفاشت سوی مغرب دوان حس درپاشت سوی مشرق روان حس خفاش حس نفسانیت اما خواص حیوانی او تو را به طرف غروب به طرف تاریکی میبره شهوت و هوا و حرص و حس درپاشت که از او دور معنویت و معرفت می او تو را به طرف اشراق حقیقت میبره اشراق معرفت میبره زد و بندها کشوگیرها این ناموزونیت ها یک عدم بیلانس در وجود هر آدمی صرف نظر از دین یک چیزی که در قرآن سوگن برش یاد شده و رای درست ایست که انسان علما الله مثلا درس دستخانه های خودشناسی و خداشناسی عام شده در یونیورسیتی ها به بشر تا او کسایی که حاکم شده برشان نیروی نفس و شیطان و اونا دیگه هم نه خود متعلم میسازد برای خدا خودش پدر است خودش خانم داره خودش اولاد داره اگر اولادش یک پاش ناخونش خار بره دلش میسوزه اگر خانم خود یک لحظه فکر کنه که بیوست زارش میترقه میره بم میندازه آره به جنس خود بم نمی خود برزی که حس خفاش قوی شده حس درپاش رفته پشت کارش اینجا آفتاب بکار است چرا زمین بدون آفتاب حیاتش وجود نداره رای حس ببخشین خی... مولانا گاهی وقت به خاطر از اینکه تنبیه کنه کلمات رکی که استعمال میکنه ولی منظور ما و شما نیستیم برای کسایی که منکر روحانیت است رای حس رای خران است ای سوار ای خران را تو مزاحم شرم دار میگه اگر تو به حس مصروف هستی حیوانم داره خود ما و تو چی فرق داریم از پس میگه منیسی از اینکه خدا تو را کرامت داده خلیفه خدا هستی در حس حیوانی خود زندگی تا ای, ای زندگی را زایی نکن. برو حس روحانی و معنوی قایم بساز و در یک جای میفرمای که اگر دیدی حس حیوان شاره اگر ما با حس نفسانی می که خدا را ببینیم میگه اگر این قانون شوه پس بدیدی گاو خر الله را بر دیدن خدا اگر این حس حیوانی و حواسی که مشترک است از نظر نفسانی ای باید گاو خر خدا را ببینه چرا اونام چشم و گوش داره پس برای دیدی پروردگار از میشان، و کذالک نوریم ابراهیم ملکوت السماوات والارض دید عظمت زو ما به قوت معنوی ضرورت داریم امیدوار هستم عزیزای گرامی این معلومات های ما یک اندازه برای دوستا مفید واقع شده باشه و کمی فهمیده باشن که روح و روحانیت در مکتب قرآن و اسلام زیر رشد معنوی و عرفانی و آمدن قلب سلیم در فرد در هر انسان است در مورد روح 19 آیت در قرآن از آمده و قوی ترین آیت همیست که و فاذا سویته زمانی که من وجود آدم علیه السلام را تیار کردم کالبدش جور کردم کالبد جور از دیگه حرکت نداره کالبد است و نفخت و فیه من روحی و دمیدم در روح از حضور حضرت خود علما در اختلافی داره بعضی هم میگه که از ذات خود بعضی هم میگه این ای 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 تشریفی است این کلمه که به تشریفی و تکریمی گفته که از حضور خود چیزی را دادم. دی اختلاف است ولی به هر حالش تکریم است این روح که در پیکر آدم دمید آدم معلم فرشته ها شد آدم مسجود ملائکه شد اون پاکی بود گناه و اسیان نپرداخت از حضور خدا پس مولانا میره اشاره میکنه که سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق کس کجا این روح نالان شد من بر هر جمعیت نالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم از وجه جدا شدم از نیستان بریده شدم ده ایجا آمدم تمام روز دپریشن تمام روز جنجال تمام روز میگم پول ندارم پول پیدا میشه باز جگر خون یک چند لحظه خوش باز جگر خون خانه نداره خانه باز پیدا میشه باز جگر خون قدرت نداره باز جگر خون این جگر خونی از روی مادی نیست این جگر خونی معنوی است او فراق است که روح مرغ روح از نیستان از اوجه بریده شده و تا دوباره وصل نشه بر رحمت للعالمین وصل نشه به توحید وصل نشه به اجاز انبیاء علیه السلام که ام کتاب را گفته نارامی روحی بشر هم کماکان ادامه خواهد داشت بلنها دالر سر دوای دپریشن خواهیم داد و هنوز هم چیزایی را که به شعن انسانیت شرم است مجاز خواهیم دانست ولی به حقیقت وجودی خود نخواهیم رسید به این حساب بحث امروز در این قسمت میخوایم ببندم به خاطر بسیار حرفاست در این مورد و رفاه زیاد گپا زدن به خاطر دنبال کرده بتان عزیزای گرامی که بحث ما سر نیاز خود شناسی و خدا شناسی بود سیر انفوسی چی بود چی سوالات است که ما را توش میزده که باید بریم مبادی وجود خدا پیدا کنیم و شش اصل وجود فهمیدیم و یک راجع به روح بیشتر معلومات پیدا کنیم تو اجمال هم, هم میفهمیدیم جان از زنده استیم خلاص ولی کرامت جان در صد سال چی کارایی میکنه و کرامت جان که شخصیت ما را تشکیل کرده که مال خود هستیم خانم هستیم شوهر هستیم وقتی که رفت همه چیز میره پشت کارش پس این اصل ضعیف نیست و با قول مولانا که این اصل قیمت طلا را داره ولی ما متاسفانه طلا را به مس فروختیم و مس میخریم و طلا را از دست میتیم این چیزهای تنزه است که عرفا به این میگه که انسان ها باید متوجه شوند که از جهان باید معنویت حاصل کنند در هفته گذشته آقای سرورخان وردک در مورد لا المؤمن اليهود که آیت شریفی که فرمود که باید مسلمان ها یهود نصارا را دوست نگیرند اونا درد دارن احساس دارن میگن این را چون عالم مثلا برشان ایره میگم که شما آیت 28 همه سوری آل امران بخانین او آیت 28 همه بخانین در اوجه می حرف گفته شده ولی موقف های اجتماعی و سیاسی را هم دین اسلام دینی و است در نظر گرفته و ثانیا خواهش می که شما در آلمان زندگی میکنین ما شما مسلمان ها هر کسی که در امریکا و آلمان بگیم این کشور یهودی و نصرانی است، نیست غلط برداشت کردیم اگر این کشور یهودی و نصرانی می بود تو را اجازه نمیداد که مسجد بسازی تو را اجازه نمیداد که به روی زندگی کنی او دین ها مثل ما خود در یک محدوده حق فعالیت داره در یک محدوده و حق نداره بزرگ تو رئیس سوی یهودی بسازه و تو هم حق نداری بزرگ کسی را مسلمان بسازی یک ذره چند در اروپا بودین شرایط خود را تشخیص کنین صحبت به این شکل بکنین که خب و دیگه ببینین که شما در این کشورها که هستین مثل که مؤمنین ماجر شدن به خاطر اینکه همیشه درد شما را میشنوم میگرند ان قرآنی پیشنهاد میکنه به شما سوره انفال بخواین آیه 72 خداوند کریم میفرماید که کسایی که آمد مؤمن شدن مهاجر شدن و مبارزه کن در راه خدا و اونا رو اینا کلشون که به دیگر دوست و کسایی که مهاجر نشدن ماندن در در مکه مکرمه مالکم من ولایت هم من شی شما از اونا هیچ وکالتی نمیتونیم بکنین وقتی شما بر اساس یک قرارداد اجتماعی در یک کشور میاین در کشورتان جنگ هم از ابراز نظر و آزادی بیان کردن میتونین ولی توهین و دشنام و تحریک چون در یک تعهدی نشستین تعهد خداوند کریم گفته که شما در نظر بگیرین در مقابل الله کلمه الله هست میگه اونا هم کمک کنین در مورد دین به تا میفهمه که و این تنصرکم فی فعلیکم اگه اونا شما کمک میخواید در دین کمکش کن الا باز الله داره الا قوم بینکم و بینهم میثاق ولی اون برادر مؤمن در مکه شریف کمک میخواد ولی او با اقوام میثاق شما دارین خودت بان خودشون میفهم مشکلات داخلیشان. ما دین که به صورت وسیع بفهمیم شما بر اساس یک قرارداد آمدین که ما در این کشور زندگی میکنم میخوایم از تحصیلش استفاده کنیم، میخوایم از شرایط استفاده کنیم، خب این کشور سیاست غلط بازی کرد رفت کشور ما عمله کردی کرد کسایی که در دا دار حرب است و کسایی که در سیاست است کسایی که در جایش خودش از آزادی بیان خود یا چیزی است که ما باید از آیات قرآن بفهمیم حتی در دیگه آیات خداوند کریم میفرماید در شما برین که الا الذين عاهدتم من المشركين ثم که تمام مکه مکرمه فتح شده بازم خدا اند کریم و کسایی که عهد داشتن با شما با اونا حمله نکنین و فقط الیهم عهدهم الی مدتهم شما عهد تا مدتش بگذارین پس مسلمانی که در دا دار حرب زندگی میکنه مسلمانی که به اساس یک قرارداد یک کشور زندگی میکنه فقها در اینجا توجه و مسئولیت ها تقسیم شده باید او نو حرکت به حکمت صورت نگیره که جنگ در یک جای سو در دیگر جای صدای بی معنا و بی جای برای و هیچ فایده نکنه پس خداوند دینش بی سو است هر کس مسئولیتش در جایش ها هر کسی در دا دار هر بس در موجه حرف خود میزنه شما در دا دار استین که در اساس قرارداد زندگی میکنه شما حق آزادی بیان دارین ولی حق زیر ندارین که نظم جامعه را نابود کنین یک انتقادم دارین یو چیزی است که من نمیگم خدا نخواسته طرفداری ما باید بفهمیم که دموکراسی که در جهان گفته شده طرفداری مطلق دموکراسی رو نمیکنم ولی بس چیزایی است که بشر فکر کردن خب اگر امریکا را کشور یهود بگی خو خب یهودی نمیخوای که چرت تا پولیش باشه اگر کشور نصارا بوی هیچ نصاری نمیخواد که یک یهودی باشه در اونجا و اگر کشور اسلامی باشه مسلمان نمیخواد که دیگه عبادتگاهی باشه پس چطور میتونی که انسان ها با هم همزیستی مسالمت در قدم اول داشته باشه پس همی حکومت های مردمی که اینا به وجود آوردن با خو ولی ایران هم بسته نکرده برید که اگر میگی دین ما حق است برو از راه اخلاق و منطق و پولت مصرف کو مردم دعوت کو هزارا امریکایی اروپایی مسلمان شده اگر ما در خود جوهر دعوت داشته باشیم قوت دعوت داشته باشیم مشکلی نیست میتونی از دعوت کنی حقیقت بار مردم برسانی پس برداشت ما از کشورها به این شکل است آه میگن اینا هدن اجندا داره یعنی میخواه داشته باشه خداوند برای خود نگفته قول للناس حسنا با بشر برخورد خوب کو دفتن به اسلام دعوتش نکو اخلاقی نیکو هیدن اجنداش که به توحید بیاری تو اینو تو خود می اجازه دموکراسی ترا خود نگفته که نه تو مسجد نساز دعوت نکن همیول در امریکا به میلیون ها قران شریف در همه اوطلا تقسیم میشه پس هدف می که ما اگر یک ذره یک با حکمت و با مواقعی که هستیم به اون متوجه شیم میبینیم که مسئولیت ها در هر زمان و مکان فرق میکنه مسئولیت معمی قدر از در همی زمان و مکان مسئولیت یک دوست دوی هر کس در زمان و مکان و تعهدی که داره چرا خداوند دوست داره و موفونه به عهد میده آهد تعهد خدا باید آدم حفظ کنه و از این خوش میشه از این درس, درس امانتداری رو میگیره بشر و ضمن شیوه دعوت خداوند بر ما راهنمایی کرده حضرت عیسی علیه السلام فرموده ان الله ربی و ربکم فعبدو شما ده آل امران آیه پینجا یکی حضرت گفت که الله آفریدگار هستی پروردگار ما شما رو بپره ها دا سرات مستقیم این رای مستقیم است این رو حضرت عیسی هستم آل امران گفته و محمد سم عمود دعوت حضرت عیسی رو دوباره زنده کرد و فرمود قل یا اهل الكتاب تعالوا الی كلمة سواء بيننا و بينكم الله تعبدوا الا الله قرآن کدام دعوت جدید نداد برای عیسی دعوت خود حضرت عیسی السلام و این و دعوت در دیامی دموکراسی نیست به اینه و صحبت کردن که برید در چرچ بگویی که دعوت قرآن تازه کردن دعوت حضرت عیسی بود برای هواریونش که هیچ کسی تو را منع نمیکنه خب پرابلم در جامعه خود ماست خود ما هنوز سیاست نفهمیدیم اقتصاد نفهمیدیم دزدای خدا به خاطرش خود کشتیم به حالا میگیریم دیگرا رو دوزده میریم به این خب مشکل حل نمیشه مشکلیه اس کی موشوی دعوت خدوند در جامی غیر اسلامي که هستين تعالوا الکلمتین سواء بيننا بالله لا بود الا الله ولا نشرک به شیء ایستری لیاقت تخیدو بعدنا بعدن ارباب من دون الله فانت ولو اجئ نوروی گشتون نظر فقول فقول شهدو بان مسلم بو شوما شاهید باشین مو تسلیم به توحید هستین تسلیم به اخرین پیغمبر او تمام پیغمبراست دیگه حاجت از دې نيست کی احساساتي شي شي ما وظیفه رساندی قرآن حکیم است و برای از ای این قرآن ما درست بفهمیم و من یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیر خب به هر دوست دیگه ما سوال کردن که علما میان در تلویزیون ها علما بزرگوار هر کدومش ارایت به نوی تفسیر ما فکر نکنم که علما واقعا ترجمه غلط یا تفسیری غلط بکنن چون از خدا میترسن ولی آمدیم که ترجمه حقیقی و او ترجمه و تفسیر است که به مطابق شان نزول باشه و هم در در حدیث شریف است که هر آیت قرآن چهار بطن داره یکی ترجمه است که شان نزول است یکی اسراری که در او است حکمتی که در او است بعض علما اگر در اسرار حکمت زو از, از دید و خود صحبت میکنن او معنای تغییر تعبیر غلط نیست و در اینجا باز ما چی باید کنیم حالا علما اگر بگیم که تدقیق نکو تحقیق نکو خوب بیچاره دان بسته فقط چاپی کلمه را ترجمه کنم برن تطبیق سر شرایط نتن نه خداوند کریم برای مستمی یک وظیفه میده برای مستمی مسلمان ها فبشر عباد مجده باد برای بنده های ما کدام بنده ها الذين القول اونایی که میشنون سخنا را فیتبعون احسن پیروی میکنن خوبشه اولای که الذين هداهم الله این گروه خدا هدایت کرده فضای دموکراسی هر عالم هر شیخ می قرآن تفسیر میکنه خدا به تو خرد داده تشخیص داده خدا گفته بشنو حالی که تو گپ نزن تو گپ نزن خلاف اصول آزادی بیان است بگذارش گپ بزنه بگذارش حرف های خود بگوید برای خود خدا تشخیص داده که احسنش چیزایش که مطابق قرآن و سنت و چیزی خودت صاحب میدانی قبولش کن هدایت کن و اگر نیست جنبی خوبش قبول کن خرابش نکن قبول کسی خب با ما شما چی نکرده که حتما از این پشت تلویزیون حرف زدم باید حتما بپذیری نه نپذیریش پس ساده است این شکل که ما باید تشویش نکنیم علمای کرام همیشه خدا را دوست دارن رسولش دوست دارن و همیشه سعیشان به خدا نخواست تختی نکنن که خودشان هم بیشتر به جهنم بره پس امی اصول آیه اجدام سوری زمره اگر ما مستمین در نظر داشته باشیم در هر مسجدی برین در هر عالمی صحبت میکنم بشنوین خدا نگوته فیت تبیون احسنه شاید از زبان سخنای خوبم بره سخنای ضعیفم بره ضعیفش اوس بگذارین خوب احسنش بگیرین که لدین هداهم الله که هم اولو الالب اینا را خدای ادعات کرده مسلمان باید بسیار فراخ نظر و فراخ دل باشه و اینا مند و دانشمند هستند آقای قاصد صاحب سوال کرده بود در رابطه برشان کمی معلومات دادش خب دوست دیگر سوال کردن در قسمت اه مورد اه مذاهب خب این بس وقت کم از کادم سرش بوده شما ببینید های سته شش کتاب حدیث قرآن از همه جمع شد و در باب یک عمل یا وضو یا نوافل یا رکوع احادیث زیاده بود علما اسلام جمع شدن در اصول نه اصول کلش توحید است و رسالت است در فرو راهی آسانتر به نظر اجتهاد خودشون او را رهنمایی کردن برای امت اسلامی اجتهاد کردن که مثلا در وضو چی چیزا فرض است و چی چیزا سنت است و چی چیزا را زیادتر اصلا تاکید کردن پس این مذاهب به خاطر از اینکه به اصطلاح از تمام دایره المعارف اسلامه که احادیث جمع کرده و چیزایی که انسان در سوال پیدا میشه این علمای متبهر که هر کدامشان یدی طولا داشتن در قرآن و حدیث اینا مذاهب امام اعظم در رأسشان بود به وجود آوردن و مذاهب این به این شیوه میتونی مثلا نماز بخونی نظر به حدیث کو مطالعه کرده به این شیوه میتونی دی وقت افطار بکنی اینی وقت نماز قضا سی وقت نماز مسایل میراث اینا را. برای سهولت کار چرا هر انسان نمیتونه شش سای ستر هر مسلمان شیخ الحدیث باشه و تمامش بفهمه یا باز اگر ما جواز نتیم که علما باید حالا هر عالم جواز که ازارا مذهب دیگه به وجود می هزار طریق دیگه لذا در قرن دوم هجری مذاهب شروع به ای کرد نه به خاطر تفرقه برای یک تفسیر ساده و آسان و رای ساده و آسان پیروی از سنت نبی علیه السلام را و علما امروز نمیتونن در علم به او پیمانی حضرت امام اعظم صاحب و علمای بزرگ بتونه ادعا کنند ولی بعضی چیزایی است که در این زمان ما بهش برخورد میکنیم که در زمان ائمه ام ما نبود اینجاست که علمای مصر بزرگا سعی کردن تا او سوالات دقیق هم که مشکلات امروز است سرش اجماع بکنن و فتوای بکشن که مطابق روشنایی قرآن و حدیث او را انسان باید بپذیره آمدیم اگر نظر عمومی است که ای امامای مذاهب اگر در اجتهاد خود رای درست تبتایی کردند دو سواب دارن یکی از اجتهادشان دیگر از رای درست اگر نکردن از اجتهاد خود ثواب دارن و از هیچ گناهی نداره در هر مذهبی که انسان رویش عملی خود هد. و عقیده که زیر بناس او چیز تقلیدی نیست او را از هیچ کس آدم تقلید نمیکنه او ریشه است خود انسان خدای خدا واحد و لاشریک نمی ولی مسائل فروات احکام را می در چهار مذهب اهل تسنن و جعفری ها که کدام راه برشون نظر به بر روشنایی آده خوبتر و سلتر میشه می توکل تا عمل میکنن ولی و قسمت خود ما مذهبی بار بار گفتیم که در افغانستان چون دهریت بالا شد ما به جوان بودیم مذهبی خود نام مندیم. و بعد که آثار مولانا را خواندیم فهمیدیم که مذهب عاشق ز مذهب عاشق ز مذهب, مذهب ها جداست عاشقان را مذهب و ملت خداست اگر بحث تا باشه من کدام تعصب مذهبی با کسی ندارم و همه را دوست دارم و به این فکر هستم که ما انسان ها همه قابل جور شدن هستیم از ما که بدتر قوم موسی علیه السلام کلش غلام فرعون بود جور نشد جاهلین عرب صحابه کرام قبل از اسلام الاعراب اشد و و کفر و نفاق نبودن جور نشد آیا ما نمیتونیم انسان موجود قابل جور شدن است قابل هدایت است لذا تا وقتی که انسان با کس زحمت نکشیده معلومه که باید کس گمه حق نداره از او کار خانگی رو پرسان کنه حق نداره از او پرسان که چی آموختی ما مسلمان وقتی با جامعه بشر کار نکردیم حق نداریم بگیم تو چرا مسلمان نیستی از آواخ کس مسلمان نمیشه لذا خداوند کریم با ما شما توفیق بده که از ای اختلافات فروی گذشت کنیم و توکل به الله داشته باشیم به خداوند و کوشش کنیم که اصول که توحید است او را بسیار محکم بگیریم و در اصول ریا و شرک خفیر از خود دور کنیم فرور هر مذهبی به شکلی که میکنه خدا والله و عالم هر کس خداوند خداون میدانه بهتر در قسمت سوال دیگری که برادر دیگر عزیز ما امان کردن امان یک سوال بسیار جالبی را کردن در قسمت حرف حروف مقا مقطعات الف لام و حروف مقطعات در دیگه سوره های قرآن از نشان است و اونا سوالشی بود که چرا مثلا ما مفهوم یزولا باید نفهمیم و نمیفهمیم نه علما در مورد الف لام اختلاف داره و میگن که این در ابتدای صورتها ها علمای محقق میگن که این از آیات های متشابهات است و آیات های متشابهه جز خداوند کسی دیگه نمیتونه بفهمه و خداوند کریم در قرآن نشان میفرما کسایی که در دلشان کجی است و طرف متشابهات رجوع میکنه و کسایی که در دلشان راستی است محکمات قایم میگیره و ما علم تعبیره الا الله نمیداند اونا از خود نمیگن محققین میگن و علما میگن تعبیر حروف به صورت واقعی چون از آیات متشابه گفته میشه لذا جز خدا کسی نمیداند ولی از ذات ابوبکر صدیق رضی الله هر رأی خود میتونه گفته برداشت کرده که الله جو در کتاب یا فرموده نقل قول شده از که در هر الله جو در, در هر کتاب سر داره و سر و اسرار در قرآن کریم همی حروف مقطعات است و بعض مفسرین گفته که الف لام نام سوره است و سندی را میارن که رسول الله صلی الله علیه و ان الله تعالی قرأ طه و یاسین قبل ان یخلق السماوات و الارض ب الف عام این سند میاره که چون خدا پیغمبر خدا پیش از خلقت آسمان ها و زمین هزار سال پیش سوره طه و یاسین قرائت میکرد پس میگه از این ما قیاس میکنیم که نام سوره هم شده میتونه و بعد تفسیرهای مختلف داره الف بعضی ها تعبیر میکنن که ای انا الله یعنی ما خداوند انا الله ای انا الله عالم ما خداوند عالم و داناستیم الف اشاره است به انا لا اشاره است به الله و میم اشاره است به اعلم ما خداوند کامل دانا میدانم که کی را پیغمبر انتخاب کردیم و چی میفرستم و به چی منظور این تفسیرهای مختلف یا قرات کردی خدا توسط جبرئیل به محمد صلی رسید اهل پیش از الله جو لا مش از جبرئیل می میشه محمد اینا تفسیرا و تعبیرایی است که این علما زحمت کشیدن ولی بعد میریم سر اصل ما يعلم تاویله الا الله در قسمت از از یل فلام میم یک را میس وقت رسول الله سم نمازا را در اول به جهر و قرائت می خوان و مشرکین ده بین شپلاق میزد غال مغال میکرد چک چک میکردن نمی ماندن مردم قرآن از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله در نماز میکرد بشنوند و می گفتن لا تسمعوا لهذا القران و الغوا فيه به این قران نشتوین دلیل لغو لعب بگوین که مردم نشنوا که روشن نشه باز رسول الله نماز زور عصر خود خفی ساخت نرم ساخت باز هم مشرکین میامد آمد و غالمغال خود می کرد آخر خداوند حروف مقطعات نازل کرد که حروف مقطعات خلاف توقع زوا بود وقتی حروف مقطعات یک چیز ابتکاری و نو بود متوجه شدن وقتی او گوش میگیرن مجبور بود که ما قبل و ما بعدش هم گوش بگیرن اینا از اعجاز قرآن کریم گفته شده و از قول ابو روق در تفسیر کشف الاسرار خواجه عبدالله انصاری چی شده بود نقل قول شده بود ما من این دقیقه چرا میگن خداوند خودش کتاب کتاب خودش میگه لا ریب فیه مثل که من بره، ما بگیم بله ضرور است ما میگیم در جای می میخریم تلا باید خودش گواهی بده که من طلای خالص هستم شک چیز. یکی در خود جنس شک است مثل یک آدم خدا نخواسته کور است یا دیوانه است خو در خودش یک چیزی از قابل شک ما شک کنیم ولی یک وقتی تست تیر میکنه که جور صحت مند است در خودش شک این توی شاهدی ها ق... ضرور است و یکی شک در, در چی نیست ببخشید شک در, 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 در خود طلا نیست یا در خود اصل شی نیست در شنوینده است یک آدم گپ میزنه و دیگه کرس نمیشنوه و دیگه رنگا جهان نگرفته کورس نمیبینه و او را در آیت دیگه خداوند کریم در آیت ۲۳ می که در اول خود قرآن ذاتش باید که پاک است شک داشت نیست که خودش باید آدم مطمئن شوه و دو میشه که اگر شما در دا فطور دارین به غلط فکر میکنین و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو بی صورت من مثله اگر میگین که نه این کلام بشر است بیارین یک سوره مثلش پس هر دو شک و مفسرین کرام نفی شده به این منظور از گرامی که این ضرور است حتی خدا خودش به وحدانیت خود گواهی میده شهید الله و انه لا اله الا هو ای و این شاهیدی گواهی بر پاکی قدسیت ضرور است آمدین هدل للمتقین شما اشاره کردین که چرا هدل للمتقین گفته بله رسول الله صلی الله علیه و علما و مثل دل و سر امت هستند اگر دل و مغز انسان پاک بود دیگه اعضا وجود پاک میشه اینا همه به طرف راست میرن اگر دل فاسد شد همه وجود فاسد میشه بسیار فساد العالم فساد العالم خدا ما رو نگاه کنه ولی این قید در نیست بله و خداوند در آیه 185 ای میفرمایه که شهر رمضان الذي انزل فيه القران خدا للناس پس خدا للناس هم هست ولی به صورت خاص برای پرهیزگار تفاوت فلسفه و تصوف فقط یک جمله برای دوست عزیز ما آقای سنا اشاره میکنم که فلاسفه دوستی حکمت و علم میگه از طریق عقلانی میخوان با ما برسن کشف عین الیقین و حق الیقین ندارن و تصوف از طریق پیروی قرآن ایان آسمانی از طریق قرآن از میشن و حدیث نویس و پیروی قرآن و سنت میخوان به منازل تقوا و به کشف عین الیقین و حق الیقین به یاری خدا انده کریم برسن این بود خلاصه از جوابایی که من تهیه کرده بودم و من خوب کار خانگی داده بودین مثلا وزن رفت تا چیزا تحقیق کردم به سپاس و تشکر برنامه ختم شد دعا میکنیم کنیم را در تمام منزل ها نور توحید خدا معرفت و محبت خدا جا بکو و همه را به اتفاق نصیب بکو تا دیدار دیگه خداوند نگهدار شما خدا حافظ و ناصر Our skeletons are truly an epitome of flawless engineering, a masterpiece formed by 206 separate bones. The human body has an extraordinary capability for movement by using all these pieces connected to each other. Even robot hands designed by scientists and engineers in recent years have fallen far short of matching the standard set by the human hand. When we examine the bones that collectively make up our skeleton, we are witness to an excellent design. To appreciate this design better, let's look at an example from modern day technology. The scaffolding structure is used in the construction of large towering buildings. The support elements of the constructions made with this technique consist of many intersecting rods forming a scaffold. Buildings have been made much more durable through complex calculations made with computers. But the inner structure of our bones is immeasurably more complex than this man-made system. Due to their unique structure, our bones are extremely strong and yet light enough for comfortable use. The joints where our bones are connected to each other give ample evidence for creation. Joint surfaces exposed to friction are covered with a thin porous cartilage layer. Underneath this layer is a lubricant. Whenever the bone compresses the joint, this lubricant gushes out of the pores and makes the joint surface slide as if on oil. Humans, due to this excellent design, can very easily perform a very large range and number of movements. All this serves to show that the human body is the product of flawless design. It is Allah who created this design. In the Quran, Allah calls on people to consider a singular fact. Look at the bones how we raise them up and clothe them in flesh.